سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. امروز درس سوم از کیمیا سنف هشتم ما با شما کار میکنیم شاگردای عزیز. قبل از اینکه درس آغاز کنیم بر شما یک نمبر میگم که میتونید سوالات، پیشنهادات و همچنان کار خانگی خود برای ما روان کنید و با ما در ارتباط شوید به نمبر 20964 780 255 4013 میتونید که کارخانه که خود روان کنید و با ما در ارتباط باشید. خب شاگردای عزیز، میرویم که نگاهی داشته باشیم به خلاصه درس امروزی که ما شما میخواهیم یاد بگیریم. امروز ما شما میخواهیم یاد بگیریم که قشر الکترونی چی هسته. برای شما تعریف میکنیم که قشر الکترونی چی هسته، براتون مثال میزنیم و همچنان نحوه محاسبه حد اعظم الکترون ها را در هر قشر برای شما یاد میدیم. با هم یک جای کار میکنیم که چه قسمی میتونیم در فرض مثال قشر اول حد اعظم الکترون ها را پیدا کنیم، در قشر دوم و همچنان در قشرهای بعدی چگونه میتونیم حد اعظم الکترون ها را پیدا کنیم و بعد دو نمونه سوال با هم دیگه کار میکنیم. خب شاگردای عزیز، برای این درس شما نیاز دارین که حتما کتابچه و قلم خود در کنار خود داشته باشین که میخواهیم سوالات را با هم دیگه کار کنیم. خب شاگردای عزیز، و اما قشر الکترونی چی است شاگردا؟ این مفهوم براتون آشنا است، صحیح است؟ در درسی گذشته ما برای شما گفتم که اتم از دو بخش اساسی ساخته شده است. یک بخشش هسته است، صحیح است، که پروتون ها و نیوترون ها در این قسمت قرار گرفته، درست است؟ یک بخش دیگهش قشر الکترونی است که امروز میخواهیم با هم دیگه قشر الکترونی را کار کنیم و یاد بگیریم. قشر الکترونی چی است؟ سویه هایی که در اطرافی هسته است شاگردای عزیز و الکترون ها بر روی این سویه ها در حال چرخش هسته را ما بهش قشر الکترونی میگیم، که اما رقم که در شکل سلاید مشاهده میکنید شاگردای عزیز، میبینید که قشر الکترونی براتون به طور کامل در این قسمت مشخص شده است. خب این ساختمان قشر براتون نشان میده که همون دایره های سبز رنگ هسته، قرمز رنگ هسته، میبینید که الکترون ها بر روی این قشر میتونه چرخش کنه. خب شاگردای عزیز، میخواهیم علی بیایم با هم دیگه یاد بگیریم که چگونه میتونیم از طریق فرمولی که براتون نوشته کردیم یاد بگیریم که چگونه میتونیم حد اعظم الکترون ها را در قشر الکترون در هر قشر محاسبه کنیم. خب ما بر روی تخته سیاه براتون این فرمول نوشته میکنم. این فرمول بسیار مهم است شاگردای عزیز، خوب دقت کنین، فرمول به خاطرتون بسپارین. فرمول به این صورت است: 2n به قوه 2. از طریق این فرمول شما میتونید که حد اعظم الکترون ها را در هر قشر محاسبه کنید. این چی هسته؟ این یک نشانگری نمبر قشری اصلی است شاگردای عزیز. نمبر قشری اصلی که میتونه برای ما این قیمت های 1, 2, 3, 4, 5 الی آخر هم میتونه برای خود بگیره. خب حالا که فرمول یاد گرفتیم میرویم با هم دیگه کار میکنیم که چه قسمی میتونیم در هر قشر تعداد حد اعظم الکترون ها را محاسبه کنیم. فرض مثال به شما گفته میشه که در قشر اول
حدی از همه الکترون ها چند تا هستن. خب دقت کنیم، گفته قشری اول. ما در قسمت معلومات رو نوشته میکنیم چی هستن؟ این هسته که نشانگر نمبر اصلی ما هسته، گفته در قشری اول، یعنی این مساوی است با یک. کافی است که ما از طریق فرمول این را جایگذاری کنیم و حد اعظم الکترون ها را در قشر اول به دست بیاریم. به این صورت فرمول نوشته میکنیم دو این به قوه دو مساوی است دو ضربی این مساوی است با یک به قوه دو. خب یک به قوه دو میشه یک ضرب در دو میشه دو. حد اعظم الکترون ها در قشر اول برای ما نشان میده. پس در قشر اول حد اعظم الکترون ها چند تاسته؟ دو تاسته. خب در قشر دوم میخواییم محاسبه کنیم و دست بیاریم. باز در فرمول جایگذاری میکنیم. دو ضربی این مساوی است با، گفتم در قشر دوم این مساوی است با دو. دو به قوه دو. خب دو به قوه دو میشود چهار. چهار ضرب در دو میشود هشت. این میشه حد اعظم الکترون ها در قشر دوم. به همین ترتیب در قشر سوم هم میتونید شما براتی به دست بیارید. در قشر سوم باز این مساوی است با چند؟ این مساوی است با سه. در این قسمت این مساوی با دو بود، در این قسمت این مساوی است با سه. خب در فرمول جایگذاری میکنیم دو ضرب در این چند است؟ سه به قوه دو. خب سه به قوه دو میشه نو. نو ضرب در دو میشود هجده. این میشه حد اعظم الکترون ها در قشری سوم که به دست آوردید. شاگردای عزیز دقت کنید، به طور مجموع در قشر اول و قشر دوم حد اعظم الکترون ها چند تا شد؟ دو جمع هشت میشه ده. پس در قشر اول و دوم به طور مجموع ما هشت الکترون، حد اعظم الکترون ها را میتونیم هشت الکترون داشته باشیم، ده تا را داشته باشیم ببخشید. میتونیم حد اعظم الکترون ها را 10 تا داشته باشیم. بیشتر از 10 تا میرود در قشری سوم. به همین راحتی شما میتونید از فرمول محاسبه کنید حد اعظم الکترون ها را. خب حالی که یاد گرفتین این فرموله، میخواهیم باز براییم دو نمونه سوال را با یک دیگه کار کنیم که مربوط به همین محاسبه قشری الکترونی میباشد. مدل الکترونی اتمی عناصر ذره را ترسیم کنید. عنصر مگنزیم که نمبر اتمیش 12 است و نمبر کتلش 24 است. میخوایم با هم دیگه کار کنیم این سوال را که با توجه به مطالب که امروز یاد گرفتین مدل اتمی الکترونیش را ترسیم کنید. برای که مدل اتمی الکترونی عنصر را ترسیم کنید به چه چیز نیاز دارین؟ با معلومات مسئله را نوشته میکنید. معلوماتش به این صورت براتون نوشته میکنم. گفته شده بود عنصر مگنزیم. خب عنصر مگنزیم گفته نمبر اتمیش 12 هست. ما یاد گرفتیم که نمبر اتمی رو در کجا نوشته میکردیم؟ در قسمتی پایین در اینجا. درست است؟ خب نمبر کتلش هم گفته 24 هست. نمبر کتله رو کجا نوشته میکردیم؟ در قسمت 24. خب از طریق مدلش ترسیم میکنیم. برای که مدل الکترونی ترسیم کنیم کافی است که بیاییم تعداد نیوترون ها، پروتون ها و همچنان تعداد الکترون ها را مشخص کنیم. خب چون مگنزیم یک اتم خونساسته، شاگردای عزیز، تعداد پروتون ها مساوی است با تعداد الکترون ها. پروتون های ما چند تاسته؟ ما گفتیم نمبر اتمی مساوی است با تعداد پروتون ها. خب چون خونسا است، پروتون مساوی است با تعدادش با تعداد الکترون ها، پس تعداد الکترون های ما میشوه 12 تا. صحیح است؟ خب حالا میتونیم مدل اتمی الکترونی رو ترسیم نماییم به صورت این قسمت ای هسته میشه، این هسته ایم هسته. در هسته چی قرار دارن؟ نیوترون و
پروتون. پروتون ما چند تاست؟ 12 تا. 12 پروتون. ها نیوترون های ما چند تاست؟ خب از قسمت ما میتونم نیوترون ها را به دست بیارم. ما گفتیم که نمبر کتله مجموع پروتون ها و نیوترون ها هست. درست است؟ 24 مساوی است با تعداد نیوترون ها جمع پروتون ها. خب پروتون های ما 12 است، میتونم برای نیوترون ها را محاسبه کنم. این مساوی است 24 منفی 12 که مساوی میشه با چند؟ 12. خب این میشه 12 تعداد نیوترون های مساوی است. این میشه هسته. ولی قشرهایش هم میکشین در قسمت. قشره را به این صورت ترسیم میکنیم. این هسته است. 12 پروتون و 12 اتم نیوترون. خب قشر دیگه شو ترسیم میکنیم. یک قشر اول. خب در قشر اول اگر یادتون باشه ما گفتیم که حد اعظم الکترون ها در قشر اول چند تاست؟ 2 تاست. خب 2 تا الکترون در این چه قرار میدیم؟ فرض کنید این الکترون است. خب قشر بعدی. در قشر دوم حد اعظم الکترون 8 تا بود. درست است؟ خب قشر دوم هم ترسیم میکنیم به این صورت. 8 الکترون. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب قشری دیگه 8 تا الکترون با 2 تا الکترون میشه چند؟ مجموعشان میشه 10 الکترون. میمونه چند دیگه الکترون؟ 2 الکترون دیگه که در قشری سوم قرار میگیره. خب قشر سوم رو ترسیم میکنیم. خب 2 الکترون در این قسمت قرار میتیم. این میشه مدل اتمی الکترونی عنصر مگنزیم که براتون محاسبه کردیم. خب یک سوال دیگه هست. باز این سوال هم به همین قسم است شاگردای عزیز. این سوال رو هم میتونید به همین ترتیب به دست بیارین. من این سوال رو براتون میخونم. سوال به این صورت است. عنصر سلفر که نمبر اتمیش 16 است و نمبر کتلهش 32 است. باز به همین ترتیب به همین قسم که برایتان گفتم میتونین از طریق تعداد نیوترون ها، تعداد پروتون ها و همچنان میتونید با کمک تعداد الکترون ها این مدل را ترسیم کنید. این را در خانه خود حل کنید و برای من روان کنید. خب شاگردای عزیز درس این قسمت ما به اتمام رسید. امیدوارم که درس خوب فهمیده باشین. میخوایم ببینیم که امروز چی یاد گرفتیم ما و شما. خلاصه درس امروز ما و شما چی بود؟ امروز قشر الکترونی رو یاد گرفتین. صحیح است که سویه های بود در اطراف هسته که الکترون ها بر روی سویه ها قرار گرفته بود و چرخش میکرد که شکلش رو براتون نشان دادم. و مهمترین قسمت نحوه محاسبه تعداد اعظم الکترون ها بود در هر قشر که از طریق فرمول 2 این به قوه 2 حساب میکردیم که این نمبر قشر اصلی رو برای ما نشان میداد که قیمت های 1 2 3 و الاخر رو به خود میگرفت که براتون نمونه سوال هم کار کردیم. حالا میخواهیم چون فصل امروز ما شاگردای عزیز خلاص شد و به آخر رسید میخواهیم یک خلاصه از فصل امروز داشته باشیم و در جلسه آینده انشاءالله خوب فصل مطالعه میکنید، سوالات آخر فصل در کتابچه خود انتقال میتین، حل میکنید و میایید در اینجا در جلسه آینده با هم یک جای کار میکنید. خلاصه اید فصل اول که امروز ما شما یاد گرفتیم و درس های گذشته یاد گرفتیم به این صورت است. ما در این درس شاگرده عزیز یاد گرفتیم که نظریه دانشمندانی مختلفه در رابطه با مدل اتمی یاد گرفتیم که مهمترین آنها یکیش دموکریت بود، یکیش دالتون بود که میگفت اتم یک ساختار کروی پرماننده داره که تجزیه ناپذیر است. که باز بعدا این نظریه رد شد، گفتیم نه میتونه اتم تجزیه پذیر هم باشه.
و مدل اتمی رادرفورد بعدش آمد که یک مدل بسیار پیشرفته تر و مهمتر و کاملتری بود که آمد گفت مدل اتمی به مانند منظومه شمسی میمانه که آفتاب در مرکز قرار گرفته به حیث هسته و سیارات در اطراف هسته به حیث الکترون ها هسته که چرخش میکنه. این مدل اتمی رادرفورد بود. همچنان یاد گرفتین که اتم از دو بخش اساسی ساخته شده، هسته قشر اصلی که هسته مجموع دارای چارچی مثبت بود و دو ذره اساسی نیوترون و پروتون در هسته قرار گرفته بود و قشر الکترونی را امروز یاد گرفتین که قشر الکترونی الکترون ها بر روی قشر را چرخش میکند. همچنان نمبر کتلا و نمبر اتمی را در این فصل ما یاد گرفتین که با مجموع پروتون های موجود در یک اتم در یک هسته ما نمبری چی میگفتیم؟ نمبری اتمی میگفتیم و با مجموع پروتون ها و نیوترون های موجود هسته هم نمبر کتلا میگفتیم. نوع محاسبه قشر الکترون های قشر اصلی را یاد گرفتیم. امروز ما شما با هم دیگه کار گرفتیم. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در اینجا خلاص شد. امیدوار هستم که درس خوب یاد گرفته باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتان باشه.